خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، سروران، بانوان، دوستانی که در هر نقطه دنیا اجباراً یا با میل خودشون ساکن شدند و دوستانی که در حکومت دینی در زندان ایران زندانی یک مشت عمامه بسرند، عمامه بسرانی که شغلشون دزدی، آدمکشی، قبوادی، مال مردم خوری، بی ناموسی، بی همه چیزی، و این گروه شامل امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سرداران سپاه، کسانی که در لباس استاد دانشگاه و دکتر و مهندس و گوینده تلویزیون و پر 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 همه جا هستند، وطن فروشان مارکدار، البته هنوزم مردم گول اینا رو میخورن، تا روزی که خرد نباشه همه قضاوت ها با چشم و گوشه. هنوز هم باور میکنن که الله نشسته اونجا و علی شیرهی شبا میگه تو برو آدم بکش، دزدی کن، حکومت دینی دزد درست کن. دزدان عمامه به سر از اون طلبه جغله که در راهروهای مدرسه علمیه مال همینا که دست انگشت یاد میگیرن، چهار دست و پا را میره، زانواش زخم شده، تا اون آخونده آیت الله العظما عمامه گنده که اونم از همون جا، از همون تونل اومده بیرون. آقای بهرام مشیری یک کتابی برای من فرسته به نام شاهد بازی در اسلام و سرچشمه و سرمنشأش هم از آخونده، برای اینکه اون تو جایی نداشتن، زن نمیتونستن ببرن، خودشون سوار هم دیگه میشدن. این رسم سالیان سال از دوران صفوی تا الان مونده. اون اولیا از جبل عالم، از جبل عامل لبنان اومده بودن، به پسران تازه سال تجاوز میکردن، حالا هم بچه دهاتی‌ها رو میبرن اونجا درس دین بهشون بدن، منتها اول درس دین اون کارهای بد بده، بعدم بزرگ میشن آیت الله عظما میشن. همشون بدون استثناء از اون دالون رد شدن. یعنی اصلا فکر نکنید یکی از اینا از اونجا رد شده و از اون کارا باهاش نکردن. اینها به دلیل این کارها مقبول الله آسمونی میشن. الله آسمونی چی میگه؟ میگه برو بکش، من میبرمت حوری خونه. برو بدوز، من میبرمت حوری خونه. برو تجاوز کن به زن بچه مردم، من میبرمت حوری خونه. کسی هم پیش الله آسمونی نمیتونه بره، مگه سوار یه الاغی بشه با جبرئیل بره یکی یکی در آسمون در طبقه اول بزنه، یارو بازش کنه، بعد بگه تو کی هستی، بگه بله من فلانیم، بعد بره طبقه دوم، بعد خلاصه تا طبقه هفتم برسه، بعد اونجا که رسید همه حرفاشو بزنه بیاد، بعد موسی آخشو بگیره بگه چند رکعت گرفتی؟ 50 رکعت. 50 رکعت زیاده، برو چونه بزن کمش کن. یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. دیروز قصه هایی که براتون میخوندم، داستان هایی که براتون میگفتم از علی امیر فطرس و حزب پیشرو توده، اعلامیه هاشو براتون خوندم. امروز به این یارو که نماینده ایران در یونیسیف نمیدونم میرسیم به اسمش، دکترن، همشون هم دکترن، دکتر وطن فروش، دکتر بی همه چیز،
هیچی ندارن داخلشون. یا استخون بنداز جلوشون، همون رقصی که میخوای برات میکنه. میره رئیس دفتر شعبانو میشه، بعد میره رئیس دفتر رفسنجانی میشه، فرقی براش نمیکنه. این نوکر استخون لیسه. آخوندم رفیقش خداست، گفته مجلس درست کن، بگو ما خبرگان داریم، بگو ما نمیرم تشخیص داریم، بگو شورا داریم، اما هر کی ما انتخاب کنیم شماها باید بهش رأی بدیم. در حکومتی که این آخوندا 30 سال برقرار کردن، رفسنجانی، خامنه‌ای، یارو محمد هفرنگ خاتمی، این یارو انتری نژاد، حالا کم آوردن میر حسین موسوی نخست وزیر زمان خمینی گجستک. آدم دیگه تو اون کشور نیست. این استادان دانشگاه که با اینا کار میکنن، اینا آدم نیستن، اینا شعور ندارن که بیان یه وقت رئیس جمهور بشن. شعور انتری نژاد داره. بعد یارو شکمشو میده جلو، میاد با این برانبر مصاحبه میکنه که من استاد دانشگاه هم. بله، کدوم دانشگاه تهران؟ رئیس جمهورش کیه؟ انتری نشاد. خجالت بکشی. من بودم میرفتم زیر زمین میخوابیدم که بگم رئیس جمهور مملکتم انتری نشاده. من به دنبال علی شیرهیم، رهبرم علی شیرهیه. الله بهش اجازه داده بکشه، بخوره، خانم صادر کنه، به زن بچه مردم تجاوز کنه. اون الله کمشون بوده، یه الله کردن تو چاه. بابت اون الله میگه 20% هرچی داری به من بده. خلاصه دعوا سر این الله اون اللهه. بابایی پولش میده، خائنه، بی همه چیزه، میگه من نوکرتم، تا یه چیزی با من بده بخورم، من دومم تکون میدم، هر کی میخواد باشه باش. آخوندم صبح به صبح میره تای چا میخوره، میاد بیرون، میگه پیش امام زمان بودم، اینم کاغذش. و درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، نیایش نوروزی. البته بجز خائنین به سرزمین و مردم ایران. تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا هفت سرنا را به کوش جان نواز، یا به گوش جان نواز، من فکر کنم کوش باشه، با کوشیدن همه وجودت. چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روز چهارشنبه سوری جوانای ایران ثابت کردند که به آتیه میتونیم امیدوار باشیم. ما اگر کسی داشتیم که این برنامه چهارشنبه سوری رو 3 روز ادامه میداد، کار تموم بود. نداریم. اونایی که داریم با جمهوری اسلامی دارن معامله میکنن. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شخت پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، یا مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو. فر شادی را به جام زندگی از نو بیار، روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز. سینه را پرمهرتر
از سینه جمشید ساز، رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت، چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. سراینده شعر محمود آناهیده. بسیار شعر زیبایی گفته. هم حرفهای ببینید، من همیشه فکر میکنم این 50 دقیقه 53-54 دقیقه که شما میشینید به من گوش میدید، آخر این کار حتما یه چیزی باید اون روز تازه نصیب شما شده باشه. من فکر نمی کنم بیام اینجا یه چیزایی بگم 50 دقیقه سر شما گرم بشه، خوشتون بیاد، منم برم، بعد از 50 دقیقه هم هیچی به هیچ جا. روز سه‌شنبه وقتی تلویزیون رو نگاه می کردم، همه تلویزیون ها برنامه ها عادیشون رو داشتن و دلی دلی خودشون رو می گردن، نطقای خودشون رو می کردن، علو بله خودشون رو می کردن و صحبتی از چهارشنبه سوری نبود، چون تعهداتی حتما هست که کسی راجع به چهارشنبه سوری صحبت نکنه. من مقایسه نمیخوام بکنم. تنها تلویزیونی که همه زمانش رو از صبح تا شب گذاشته بود گزارش های چهارشنبه سوری رو پخش کنه، این تلویزیون کانال یک بود. خودتون قضاوت کنید. فردا صبح 20 نفر آمده آقا تو از شهرام و همایون حمایت کردی. من هر کسی کار خوب بکنه ازش حمایت میکنه. روز سه‌شنبه تنها این تلویزیون بوده که اون اتفاقاتی که تو ایران میافتاد پخش میکرد، تنها این تلویزیون بود. بقیه تلویزیون ها تأسی کرده بودن به بی بی سی و صدای آمریکا و صدای اسرائیل و صداهایی که از این مرز اون برمیاد. رهبران ما مشغول گفتگو از زیر بودن با اینا. یا آقایی در پاریس به من تلفن کرد، گفت من یک کتاب خاطراتی دارم از پدرم، بعضی چیزهای خوب داره، میخوای برات بفرستم؟ گفتم بله. اولیش اومده اعلان جهاد به علت خراب کردن مقبره حضرت رسول. این کتاب خاطرات پدرشه. خبر رسیده بود که ابن سعود مقبره حضرت رسول را ویران کرده است. در میان سنی ها ساختن مقبره های مجلل و گنبد بارگاه حرام به حساب می آید و آن را بت پرستی می دانند. خود محمد هم همینو گفت، گفت قبر از خاک بالاتر نباید باشه. بعد ماها گفتیم محمد بی جا کرده هم چیزی گفته، ما قبول منقل می سازیم. به همین علت مقبره های خلفای راشدین را خراب کردند که با قبرهای معمولی فرقی نداشته باشند. این خبر در ایران به شدت انعکاس بدی داشت. روز جمعه بود، به مسجد شاه رفته بودم، در آنجا آنقدر مردم جمع شده بودند که خدا می داند. گفتند آقایان علما در مسجد نشسته اند و مشغول مذاکره هستند تا در این باره تصمیم بگیرند و سپس آن را به مردم اعلام کنند. نتیجه این شد که اعلان جهاد دادند و دستور دادند که مردم مسلمان باید زنشان را طلاق بدهند که اونا بگیرند و برای جنگ به مکه و مدینه بروند پیاده. حتما دیدم حدود 100 نفر از آخوندها، سید و ملا و سفید و سیاه و اینا، عمامه هایشان را باز کرده روی گردنشان انداخته بودند. وای عمامه باز شده. آسمون به زمین میاد، الان زمین با آسمون میره، آخوند عمامه‌شو وا کرده. هر کدامشان یک قرآن به دست گرفته مردم را به جهاد دعوت میکردن. زنم گفت
اگر تو مرا طلاق بدهی در این مملکت غریب چه کنم؟ گفتم این حرفها را باور نکن، به حرفهای این عوام نفهم گوش نکن. او گفت شوهر سقرا خانم همسایه من گفته من میرم و اگه تا 3 ماه دیگر مراجعت نکردم میتوانی شوهر کنی. فردای آن روز دیدم دکان بازارها تعطیل شد، دسته های سینه زنی زنجیر زنی به راه افتادند، گویی روز قیامت شده است. عده‌ای کفن پوشیده بودند و با قمه به خودشان می‌زدند، عده‌ای هم لباس سیاه پوشیده بودند و زار زار گریه می‌کردند. عده‌ای در حدود 10,000 نفر با پرچم سیاه به طرف امامزاده حسن در حرکت بودند. امامزاده حسن بیرون دروازه‌های تهران بود اون وقت. من هم برای تماشا رفته بودم. تا آنجا رسیدند ظهر شده بود. دیدم از آن همه مردم بیش از 200 نفر باقی نمانده بود. همگی یکی یکی معلوم نشد چگونه از صف خارج شده بودند. آن جمعیت 200 نفری از خودشان سوال می‌کردند، پس اون همه جمعیت چه شد؟ بعضی می‌گفتند که ما زنمان را پیش فلان ملا طلاق دادیم، حالا چگونه به خانه برگردیم؟ 3-4 روز بعد شنیدم که در چهارراه حسن آباد سنگ تراشی زنش را طلاق داده بود. چون زن او جوان بود و خوش آب و رنگ، آن آخوندی که طلاق را جاری کرده بود او را برای خودش صیغه کرده بود. وقتی کسی خر میشه، این کمترین چیزیه که به سرش میاد. اکنون که شوهر برگشته بود، آن زن را به شوهر پس نمیداد و میگفت شرعن زن من است. با دیدن این اوضاع به زنم گفتم من دیگر تحمل ندارم در ایران بمانم، از ما گذشته است و نمیخواهم فرزندان من مثل این مردم وحشی بار بیایند. دست زن و بچهش میگیره میره فرانسه و پسرش امروز بعد از، چون این پسر به من میگفت اون زمان من به دنیا نیامده بودم، این خاطره که تاریخ خاطره مال خیلی زمان پیشه. حالا هر کسی میخواد بره این راه رو، کار بسیار خوبیه، بره و زنشو طلاق بده بده ملا. شعری که دیروز براتون گفتم امروز براتون بخونم. شعر خیام رو خیلی دوستان خوششون اومده بود. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. و اینایی که گذاشتم امروز راجع به تقویم با هاتون صحبت بکنم، چون اگه کسی بخواد من میتونم فوروارد بکنم روی، به من ایمیل بزنید براتون فوروارد میکنم این تقویم رو که براتون بیاد. خیلی خیلی جالبه. 30 روز ماه ایرانی رو نوشته به اسم ایرانی و شنبه شنبه رو هم به اسم ایرانی نوشته. این شعریست که راجع به جمکرانه. وطن الاف چاه جمکران شد، خرافاتش کران تا بیکران شد، ز فرط ناامیدی خلق محروم چنین با سر به چاه جمکران شد. به او گفتند آقا در ته چاه چراغ خانه مستضعفان شد. به او گفتند هر کس اون طرف ها شبی خوابید صبحش کامران شد. به خصوص اونجا هم حوری خونه درست کردن، این بهشت حوری خونه های خوب داره. نه تبعیض و نه پارتی بازی آنجاست که حضرت بی خیال این آن شد، اگر زخمی کسی بر جای خود داشت سحر با دست حضرت پانسمان شد، اگر از گوش چپ دلخور کسی بود سحر در تیم خود دروازه‌بان شد، اگر آواز اکبر را کسی خواست سحرگه عازم
گلپایگان شد. بعد اکبر گلپایگانی رو بشنسید. کسی گر شعر سیمین را طلب کرد، سهرگه رهسپار بهبهان شد. سر شب گر کسی تونل هوس کرد، سهرگاهان مقیم کندوان شد. کسی گر خنده زد بر این کرامات، خدا با او همیشه سرگران شد. وقت فکر نکنید این مثلا علکیه بخندین و اینا، دهنتون اینجوری کج میمونه. آخوندار کفن کردم اگه دروغ بگم. نه تنها که خدا با او چپ افتاد، که حضرت هم به یارو بدگمان شد. حقیقت دارد اینهایی که گفتم، که چندین بار حضرت امتحان شد. یکی شب یک شتر از حضرتش خواست، سحرگه صد شتر را ساربان شد. شبی خوابید آنجا یک نفر لال، سحرگه صاحب شش تا زبان شد. یکی از فرط چاقی قصه میخورد، سحر یک تیکه پوست و استخوان شد. یکی را بود رخوت در مسانه، سحر ادرار او هر سو روان شد. پشیمان شد ز سرقت یک نفر دوز، شبش خوابید و صبحش پاسمان شد. یکی شب قاطرش را بست آنجا، سحرگه قاطر او مادیان شد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، عوضی نیت کرد. یکی همچون که نیت کرد برعکس، به جای بنز پیکانش جیان شد. عوضی گفته بود یا کاغذ قلابی انداخته بود، پیکانش مخواسته بنز بشه، جیان شد. اینا یه خورده چیزه، ولی من میخونم براتون اگر یه دو سه خطی داره که زیاد بد نیست، ولی مال اون وقتهایی که من تهران بودم اینا رو توی خانواده نمیخوندیم. یکی حاج اصغر آقا منشیش بود، سحر سکرتر او ارغوان شد. یکی زن داشت با همسایه هیز، سحر همسایه او ناتوان شد، یعنی ناتوانی جنسی گرفت. یکی را عضو مردی بود باریک، سحرگه در کلوفتی استکان شد. یکی از کوچکی بیزه نالید، سحرگه بیزه هایش دنبلان شد. یکی از حیث جنسی ناتوان بود، سحر زحمده اطرافیان شد یا پیر و جوان شد. ز چاه جمکران هر کس مدد خواست، نیازش داده شد بختش جوان شد. اگر اینها دروغین بود و واهی، حقیقت نیز یک قدری عیان شد. یکی بیرق که خرچنگی بران بود، هماورد درفش کاویان شد. از این هم حیرت آورتر خلایق، که هر عمامه یک تاج کیان شد. خلایق هرچه لایق باورم نیست، در آنجا که جفا با مردمان شد. جفا با مردمان از سوی شیخان، به نام حضرت صاحب زمان شد. تقاضاها به جز این چند مورد، تمامش از برای نان آب و نان شد. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق وقت احمق رو میشناسید؟ این اسم مفعولشه. بپرس از خلق نادان و گرسنه، چنین تحمیق تا کی میتوان شد. بگو پرهیز باید از خرافات، که عمری مایه رنج و زیان شد. بگو کافر شوید از مذهب جهل، که بهر شیخ و ملا خود دکان شد. بگو آقایتان در چاه نفت است، که چاه جمکران تقلید از آن شد. اسم شاعر رو ننوشته، کار قشنگی کرده. من براتون خوندم و شما هم حتما لذت بردید همونقدر که من لذت بردم. میگم من چون یک مسیر بسته دارم، همیشه اگه از این مسیر خارج بشم و اون نوشته هایی که شما میدونید، من همیشه مثلا شیشت مورد مینویسم اینجا میام اینا، ولی الان به خاطر نوروز دارم برنامه هامو یه خورده ملایم تر میکنم.
دنباله ملاحظاتی در تاریخ ایران، علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، از علی میرفطرس، چاپ چهارم، از صفحه 100 به بعد. دیروز براتون یه مقداری خوندم در دنباله کارهایی که حزب توده کرد. میگه حزب توده ایران در تأیید و حمایت از شورش ارتجاعی 15 خرداد 42 نیز در مقاله‌ای خطاب به پیشوایان دینی و روحانی نوشت: آیت الله خمینی مستغنی از توصیف است. الان میگم کی بود من نبودم. مردم از همه روحانیون به خصوص از پیشوایان مبرز مذهبی انتظار دارند. اینا رو حزب توده نوشته. که مانند آیت الله خمینی، آیت الله میلانی، آیت الله طالقانی و آیت الله شریعت مداری و امثال آنها در این جهاد مقدس و عمومی آزادی خواهانه و استقلال طلبانه مردم ایران شرکت کنند و نیروی معنوی خود را در راه پیروزی این جهاد به کار اندازند. وقتی من میگم آیت الله کیانوری، توده یا بعدشون میاد. این اعلامیه حزب توده است. میخواییم بدونیم که این نوشته 208 میشه مردم، روزنامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 62، اول تیر ماه 42. نه، این اون اولیشی که گفته از صفوف خود ترد کنن که دیروز گفتم. دومیش 209 مردم، شماره 1، دوره پنجم، 15 خرداد 43. همچنین نگاه کنید به مقاله بکیا حزب توده ایران و روحانیت مبارز به مناسبت سالگشت جنبش 15 خرداد 42، روزنامه دنیا، شماره 3، سال 1359. نه، همه مدرک داره، همه میگه از کجا آمده، هیچ کدوم مندرآوردی نیست. احسان طبری یا دکتر احسان طبری به عنوان بزرگترین نظریه پرداز حزب توده ایران در تطبیق مارکسیسم و اسلام و شبه آفرینی بین سوسیالیسم و اسلام کوشش بسیار کرد. در این مورد مقاله وی به نام سوسیالیسم و اسلام دارای اهمیت فراوان است. در انتشارات حزب توده ایران 1358، مقاله سوسیالیسم اسلام، سوسیالیسم اسلام، احسان طبری، در دنیا، شماره 6 و 7، مهر ماه 57. و مقایسه کنید با مقاله نورالدین کیانوری در دنیا، آذر ماه 1355. طبری از اسلام انقلابی و آزادی بخش چنین یاد می کند: اگر این نکات مانند زندگی گرایی، خرد گرایی، احسان انسان گرایی، پیکار دوستی، دشمنی با اشراف و مالندوزان، الان تو پاریس داره عشق میکنه، جز و اشراف هم هست، و عشق به ناتوانان، قصه ها رو این آخوند برای من تو میگه، عشق به ناتوانان روی زمین را در اسلام و قرآن جستجو کنیم، از آن تعبیری اصیل و انقلابی پیدا میشود که میتواند پاسخگوی خواستهای امروزین باشد. اسلام نوین انقلابی که در وجود امام خمینی مظهریت می‌یابد، در این سبیل پویاست و سنن دموکراتیک اسلام مانند شورا، بیعت و اجماع را مورد تأکید قرار می‌دهد و به این دین که در زیر غبار قرون جلوه خود را از دست داده بود، جلای نو می‌بخشد. گرچه متأسفانه برخی تنگ نظرانه نمی‌خواهند این قرابت اسلام با سوسیالیسم را ببینند یا در مصلحت خود ندانند، ما اکیداً خواستاریم که این قرابت دو بینش، یعنی بینش توحیدی اسلامی و بینش سوسیالیسم علمی، که در کنار هم قرار بگیرند تا بتوانند اسوه حسنه را در همه زمینه‌ها به وجود آورند و بر جذابیت اسلام انقلابی باز هم بیفزایند. اون وقتی که میگم روشن فکر نماها ما رو به این بدبختی انداختن، وقتی احسان طبری میاد قشنگ خودشو به خریت میزنه، اسلام و سوسیالیسم، اسلام و سوسیالیسم یک دونه
نزدیکی داره. اسلام میگه برو غارت کن همه رو بکش، سوسیالیسم البته هم استالینی میگه برو غارت کن همه رو بکش. در این مورد هر دو با هم در یه ردیفن. اون میگه وقتی مال مردم رو گرفتی بده من، بدم مستضعفان جهان. این میگه 20% رو بده من، باقیش هم مال خودت، الله میبره تا توری خونه. و وقتی که یک ملتی با خودش اینقدر ببینید، یا آزادی بود که این حرفا رو میزدن، همه این حرفا رو میزدن، آخوندام کارشونو میکردن، بعدم میگفتن دیکتاتوریه، هیچ کسی هیچی نمیتونه بگه، بعدم میگفتن شاه صبح به صبح یک کاسه خون میخوره. من کسی تعریف نمیکنم، من انتقاد خودمو نمیگم که ما مثل گوگلی، مثل گاگلی اینا رو باور میکردیم. صبح به صبح یه تونل هست از کاخ سعدآباد شاه میره اونجا، یه کاسه خونه، یکی رو میگیرن بهش میدن، این میخوره حالش جا میاد بر میگرده میره. ما اصلا فکر نمی کردیم. نمیدونم ما چی هستیم. ما هر چقدر دروغ بزرگتر بهمون میگن، هر چقدر خرافات زیادتر میگن، زودتر باور میکنیم. اینجا چندین صفحه خرافات من نوشتم براتون میخونم. قضیه ورود سگی گریان به حرم امام رضا در مشهد که عکس العمل‌های بسیاری برانگیخت از آن موضوعات جالب توجه است. بعد از خبر ورود سگی به حرم و عارض شدن در آنجا، فیلم و خبر و کپی و گزارش آن دست به دست می‌گشت و به فروش می‌رسید. مطبوعات نیز با کشیدن حاله ای از تقدس دور این موضوع امکان هر گونه تشکیک یعنی شک آوردن یا نقد موضوع را از همه گرفتن. سایت اینترنتی انتخاب نیز با آب و تاب و قطعاتی از فیلم ویدیویی سگ مذکور به این قضیه بیشتر دامن زد. سرانجام روزنامه جمهوری اسلامی بعد از چند روز واکنش نشان داد و نوشت توطئه وارد ساختن یک سگ به حرم مقدس رضا و مطرح کردن خبر آن، تا دیروز سگ مقدس بود، حالا حرم رضا مقدس شده. در پایگاه‌های اطلاع رسانی که طی دو هفته اخیر شایعات زیادی را بر سر زبان‌ها به جریان انداخته است، با کشف یک باند سودجو و دستگیری عوامل این باند خونسا شد. اینا این باند سودجو نه اسم داره، نه رئیس داره، نه مرعوس داره، نه بعدش گفتن کجا رفتن، چون خود آخوندا بودن. اعضای این باند یک شیاد و دو نفر از خادمان حرم بودند که با همدستی همدیگر توانستند یک صد زگ را از قسمت مربوطه به بانوان وارد حرم نمایند و تا نزدیکی ذبیح مطهر ببرند. این ذبیح مطهر بعد از وارد شدن سگ دیگه مطهر نیست، یک کثیف نجسه. و با فیلم برداری و انتشار خبر آن و تهیه سی دی اقدام به سودجویی نمایند. کشور کشور سودجوه، کشور کشور کلاهبرداریه، کشور کشور دروغگوییه. مگه آخوند هرچی میگه غیر از همین وارد شدن سگ به حرمه؟ اونم این همینا رو میگه. تو خاشنبنده هست، خریدار هست. اگه میذاشتن سگر اونجا میذاشتن تو قفس، میلیون میلیون استفاده میکردن، خرابی رفتن پول میریختن، همینجور که تو امام زمان میریزن. براشون فرق نمیکنه سگ باشه، چا باشه، نمیدونم هر چی باشه، میرن پول میریزن. بواسیرش میخواد خوب شه. دو سال پیش در محراب مسجد جمکران شیشه ای نصب شد، چند لامپ سبز رنگ نیز با آن آویزان کردن. کم کم این قسمت در مسجد به شکل یک جاذبه سیاحتی زیارتی در آمد و به تدریج برای آن داستانها و افسانه های شاخداری هم ساختن.
زوار در پشت شیشه صف کشیده آن محل را زیارت می کردند. پر روزا یه فیلم دیدم از همین آشغالا و یه عده اومده بودن شاخ یه بز رو دست می کشیدن، یه گوسفنده، روی این شاخ نقش ذوالفقار علیه، بعد دست می کشید می کشید به صورتش شاخو. من نمیدونم چقدر مردم خرن، ببخشید این لغتو باید گفت، من که نمیخوام برم شاه بشم وزیر بشم، که راست چه میگم. آخه اگه یه کسی میره دستش به شاخ گوسفند میماله، یا به خود من بچگی میگفتن گوسفندی رو که میخوان قربونی کنن وقتی میشکید گوسفنده، بره دست رو تو بشور بزن به صورتت، شاش قربونی معجزه میکنه. خب من خر بودم این کارو میکردم، بچه بودم خر بودم، الان خر گنده زیاد داریم، الان گوشی رو بر میداره پایین تنشو میاره تو دهنش. خوشبختانه دیگه این روزا ندارمشون، چون تلفن من وقتی که میزنه پرایویت یا نو آیدنتی اصلا جواب نمیدم، هرچی کار داره پیغام میذاره، هرچی هم کار نداره تا میخواد فوش بده قطعش میکنه. بذار اونا خودشون رو خسته کنن، روزی 25 یا تلفن 25 دلارشون رو خراب کردم فعلا. زوار در پشت شیشه صف کشیده آن محل را زیارت میکردن، تا جایی که آیت الله مکارم شیرازی، ببین کجا چیز بوده که این دوزه اومده جلو، در اعتراض به این عمل گفت اخیراً در محراب مسجد جمکران یک تشکیلات شیشه‌ای سبز رنگ و چراغ درست کردن که کم کم به صورت امامزاده‌ای در آمده است، مردم برای بوسیدن این شیشه صف میکشند. همین مردمیست که شماها آخوندهای دوز تربیت کردی. کسانی هم هنگام دور شدن عقب عقب می‌روند. خنده داره. مثل کاری که در حرم امامان و امامزاده ها می‌کنند، بعضی ها هم فاتحه می‌خوانند، عده‌ای تعظیم می‌کنند، بعضی از عوام هم می‌گویند اینجا قبر حضرت ولی عصر است. حتما چند سال دیگر هم فردی پیدا می‌شود کتابی می‌نویسد که 70 نفر از اوتاد در اینجا دفن شده‌اند. هر کس مرتکب این کار شده اشتباه کرده، این ضربه ای به مسجد جمکران است، نوندونی تخته نشه. پس از این انتراز بلافاصله این تشکیلات معجزه آسا و امامزاده ای جدید الاحسا احداث از محل محراب جمع آوری شد. مقدس بود، اما جمعش کردن ریختنش تو انبار، حالا مردم برن پشت در انبار دست بکشن به در انبار. البته آب از آب هم تکان نخورد، اما ذهن خرافه ساز مؤمنین قلابی و دکانداران دین هم بیکار نماند و محلی را به نام چاه عریضه اختراع کردند. اظهار داشتند که مردم می توانند از طریق انداختن عریضه و دعاهای خود در این چاه از امام زمان بخواهند که زودتر ظهور نماید. البته این مدت نیز نه تنها عوام که خواص بسیاری هم به این چاه پناه آوردند و عریضه و دستورالعمل و بخشنامه و پیشنهاد انتصابات خود را داخل آن چاه می‌ریزند. انتری نجات کار هیئت دولت و برد ریخت اون چاه، به مجلس نداد. سران انجمن حجتیه نیز اخیراً در جزواتی پیشنهاد روز مخصوصی برای تحریک امام زمان به فرج را در جزوه‌ای دادند که هزاران نسخه از آن تکثیر شده. در این جزوه آمده است یک روز خاص به عنوان انقلاب و اجتماع قلوب و دعای کل مردم ایران و سایر شیعیان در کشورهای مختلف تعیین و به طوری که تمام مردم جهان متوجه آن بشوند تبلیغ شود. سوگند به خدایی که جان ما در اختیار اوست اگر این روز مشخص شود و تمام منتظران و شیعیان در اماکن مقدس جمع شوند و فرج را طلب نمایند، و اگر این روز معین روز جمعه‌ای باشد یقیناً مولای من
روز شنبه فردایش ظهور خواهند فرمود. همچنین در این جزوه آمده دعا جهت تعجیل در فرج مثل نمازهای واجب روزانه بر هر زن و مرد مسلمان و مؤمن واجب است و ترک آن مثل ترک نمازهای واجب گناه کبیره و موجب کفر است. دکونه اگر امام زمونی که نیست باشه یا هر کسی به اسم امام زمون بیاد دستگیرش میکنن میکشنش، چون اگه امام زمون بیاد دکون آخوند شیعه تعطیل میشه. یا یه فرقه جدید باز میشه با امام زمان جدید، باز دوباره اینا میرن دنبال امام زمان اصلی. اگر امام زمون نباشه آخوند دنبال چیه؟ یه دونه دین یه امامی. ما سالی 10 روز امام حسین داریم، سالی 3 روز امام علی داریم، بقیه امام ها رو هم ولش کن بریزش توی سطل، کاری با اونا نداریم. این دوتا امامه، امام زمون هم دکون سومیه. حالا این ستا رو از آخوند بگیر، من میگم قرآن بخونید، آخوند سربازان خار مادر فلان امام زمون رو میفرسته که به من فوش بده. چرا؟ اگه قرآن بخونی میفهمی توش چی نیست، یا میفهمی خیلی خوبه بری بدین چیز قرآن بشید. معجزه 19 داره، معجزه 29 داره، معجزه 76 داره، خیلی معجزه داره. این معجزه ها رو هر چی میخوان چرب کنن با این معجزه ها به من بچپونن نمیره. یهو بعد 1400 سال معجزه پیدا کردن توش. گوسفند مقدس شیبان در ماه محرم سال گذشته در شهر کوچک شیبان نزدیک، همین اینه که دارم میگم، فیلمشو دیدم، در شهر کوچک شیبان نزدیک اهواز گوسفندی پیدا میشود که میگویند روی شاخ سمت چپ او شمشیر امام علی نقش بسته است. شمشیرشو برده گذاشته رو شاخ چپ گوسفنده. بلافاصله موضوع دهان به دهان گشته و یک افسانه مذهبی در منطقه به یک افسانه مذهبی در منطقه مبدل شده. کم کم به رسانه‌های سراسری نیز کشیده می‌شود. مردم دست دسته برای تماشای گوسفند مقدس به سمت شیبان هجوم می‌برند و به تدریج شایعات عجیب و قوی‌تر در مورد این گوسفند زبان بسته و از همه جا بی خبر پدید آمده. مثلا اینکه هیچ جانوری هیچ چاقوی گلوی او را نمی برد و با بعضی از خواص به طور خصوصی صحبت میکنند و احتمالا پشکل و ادرارش هم شفاست. بخورین مؤمنین. از این قضیه مدت ها گذشت و ظاهرا تقدس گوسفند هم کمرنگ تر شد. برخی آن را شایعه ساخته صاحب گوسفند می دانند که به هر دو صورت درآمد خوبی از طریق نزورات مردم خرافی به پای این گوساله سامری به جیب زدن. همیشه راجع به بت و بت پرستی صحبت میکنم. این گوساله سامری همونیست که بنی اسرائیل وقتی موسی رفت به کوه طور پیش یهوه توی آتیشا سنگا رو درست کنه بیاره پایین. راستی نمیدونم چجوره، چند روز پیش راجع به این صحبت میکردم که در تورات روز اول روشنایی رو میآفرینه، روز چهارم خورشید رو. و بعد میگفتم که اگه شب نباشه و روز نباشه این 4 روزه رو چجوری گذرونده. یکی از دوستانی که بهش ارادت هم دارم برام پیغام گذاشته و روز اول خونده که بله نه اینجوری نیست، روز اول روشنایی رو آفرید. روشنایی رو کجا آفرید؟ چجوری آفرید؟ کف دستش اینجوری کرد، از کف دستش نور اومد. دوست عزیزم آخه هر چی تو کتاب مقدس نوشته که درست نیست. روشنایی رو من و تو امروز میدونیم اگه خورشید بره پایین ما روشنایی نداریم،
چراغ باید داشته باشی. یهوه روز اول موتور برق آفرید. چیکار کرد؟ روشنایی رو چجوری آفرید که بعد اسمشو شب و روز گذاشت؟ شب و روز در معنای من و تو که محدود این زمینیم معنی میده. یعنی توی این گردش وضعی زمین شب و روز به وجود میاد. ما از این اومدیم، تقسیم به 24ش کردیم، به من هفته درست کردیم، ماه درست کردیم، سال درست کردیم اینا. اما از جو زمین که بیرون بری تاریکی معنی نداره. تا وقتی که در معرض نور خورشید باشی، اون طرفت که در معرض نور خورشیده نور داره، این طرفت سیاهه. آخه هرچی تو کتاب نوشته آدم نباید همینجوری سرشو بندازه زمین بگه این درست میگه. خیلی با چیز 8000 تا ولتر 8000 تا اشتباه گرفت تورات. 8000 تا. برید دیکشنری ولتر رو بخونید، اینا رو من نمیگم. باید باور کنید، من گرفتاری ندارم. به من نگید من اشتباه کردم، من اشتباه نکردم. اول باید خورشید بیافرینه، شما که قبول داری، تا روشنایی به وجود بیاد، تا شب بشه، تا روز بشه، تا این حرکت وضعی زمین درست بشه. اونا همه رو غلطی میگه با علمی که ما امروز داریم، ولی شما هر چی دلت بخواد باور کن. حرفی ندارم. به من نگو من عوضی فهمیدم. دوست عزیزم، دیگه سمنوی مقدس در قم. سال گذشته نیز خبر می‌دهند در یکی از روستاهای نزدیک قم به نام ونارج در آن سمنو می‌پختند، جای پای ظاهر شده که احتمالاً جای پای یکی از ائمه است. حتما این خبر نیز مانند هر خبر خرافه آمیز دیگر به سرعت منتشر شد و دست دست مردم عقل باخته برای تماشای دیگ سمنو به روستای ونارج قم می رفتند و حتی هیئت‌های مذهبی در کنار آن به اجرای مراسم پرداختند و مبلغ هنگفتی برای ساخت جایگاه ویژه‌ای برای آن جمع آوری کرد. من یادمه سمنو درست میکردن از ظهر تا نصف شب. زنا میمدن بیرون دیگ و بار میذاشتن، هم میزدن اینا و میرفتن میخوابیدن. صبح میمدن میگفتن علی پنجه زده، فاطمه پشتک زده، حسین شمشیرش کرده. این تو این سمنو خوش میشد، یه ترکی یه جاش میومد. فکر نکنید منم باور میکردم ها، چون به من درس خریت داده بودن از بچگی. خرافه چیز بدیه. من اینا رو بعدش رو بعد براتون میکنم. اسمهای روز هفته رو من براتون از روز شنبه بخونم. کیوانشید، مهرشید، مهشید که میشه دوشنبه، بهرامشید، تیرشید، روز پنجشنبه میشه اورمزدشید و جمعه میشه ناهیدشید. ماهای ایرانی 30 تا اسم داشته. همین جوری که براتون میخونم، از روز اول ماه تا آخر ماه. اول ماه اورمزد بوده، بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمز، خرداد، امرداد، دی به آذر، آذر، آبان، خور، ماه، تیر، گوش، دی به مهر، مهر، سروش، رشن، فروردین، ورهرام،
رام باد دیب دین دین ارد شتاد آسمان زامیاد منتر سپند. این سی روز ماهه. اینی که دیروز براتون گفتم اگر میخواید من میتونم روی چیز نگه داشتم روی ایمیلم نگه داشتم که هر کی میخواد براش بفرستم بیاد و چه قشنگیه اون شعری هم که من هر روز براتون میخونم فردا هم خواهم خوند اینجا نگهش داشتم اون شعر رو هم اول همینه کجا بود اینجا ها گذاشته میشه اینجا یک دو دقیقه وقت دارم دوستان آخرای برج داره میاد اگر کمک نکنید باز آخر برج همون آش همون کاسه یا کمک یا کتاب بخرید دیگم نمیگم هر که را در عقل نقصان افتاد برگرداندن آفتاب به دستور پیامبر اسلام یعنی پیامبر اسلام دستور دادن آخه اون وقتا فکر میکردن آفتاب داره میره نمیدونستن زمین داره میگرده چون عقل پیغمبر اسلام و عقل الله اینو نمیرسید فکر کردن که آفتاب رو باید برش گردونن فکر نکردن کره رو باید برش گردونن علمای خاصه و عامه به سندهای بسیار از اسماء بنت امیس و غیر او روایت کردن که روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیرالمومنین علیه السلام را پی کاری فرستاد و چون وقت نماز عصر شد و نماز عصر گذاردن حضرت امیر علیه السلام آمد و نماز عصر نکرده بود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سر مبارک خود را در دامن آن حضرت گذارد و خوابید و وحی بر آن حضرت نازل شد و سر خود را به جامه پیچید و مشغول شنیدن وحی گردید تا نزدیک شد که آفتاب فرو رود و چون وحی منقطع شد حضرت فرمود یا علی نماز کرده ای؟ گفت نه یا رسول الله نتوانستم سر مبارک تو را از دامن خود دور کنم پس حضرت فرمود که خداوندا علی مشغول طاعت تو و طاعت رسول تو بود پس آفتاب را برای او برگردان اسماء گفت والله دیدم که آفتاب برگشت و بلند شد و به جایی رسید که بر زمین ها تابید و وقت فضیلت عصر برگشت و حضرت نماز کرد و باز آفتاب فرو رفت منابع منتهی الآمال قمی خارزمی صفحه 306 حدیث 301 چاپ و انتشارات اسلامی و سومی کشف الیقین علامه حلی صفحه 112 چاپ و انتشارات وزارت ارشاد هر کسی هر چیزی دلش بخواد باور کنه تا دلتون بخواد از این مزخرفات هست کتاباشم من بهتون معرفی میکنم برید بخونید کیف کنید لذت ببرید حضرت فرمود آفتاب از اونجا برگشت اومد اینجا با باور میکنه حضرتی که سوار الاغ میشه میره طبقه هفتم با آفتاب هم میتونه بگه برگرد یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم امیدوارم در سال نو در سایه خردورزی همه پا به جای بهتری بذاریم سال نو رو همراه با تندرستی بهروزی و خردگرایی برای همه تون آرزو میکنم تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارد.